سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان، هموطنان، فارسی زبانان و یاران وفادار اولین شبکه سینمایی ایرانیان ICC. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. امیدوارم که روزها و ساعات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و روزها و ساعاتی بهتر از اون رو در پیش روی داشته باشید. هموطنان خوبم، سعادتی است که یک بار دیگه در خدمتتون هستم. برنامه خوب و پر از اطلاعاتی رو براتون آماده کردیم که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. میریم و برمیگردیم تا لحظات دیگه در خدمت شما خواهیم بود. عرض کنم خدمتتون که در پی گفتگویی که در هفته گذشته با آقای پورحسنی داشتیم در رابطه با عدم انجام کنسرت بزرگداشت خانم هایده، تلفن های متعددی از شما هموطنان خوبمون داشتیم. سپاسگزارتون هستم از این همه محبت هایی که نسبت به شبکه خودتون ارزونی داشتید و نظرات موافق و مخالف بسیاری در این تلفن ها بود. به هر حال اون چی که مسلمه، هیچ وقت ما هدفمون این نیستش که یک طرفه قضاوت بکنیم داستان رو، ولی اون چی که مسلمه بالاخره هر دو طرف قضیه بایستی حرفاشون شنیده بشه و قضاوت به عهده شما هموطنان خوبمون باشه که واقعا چه اتفاقی افتاد و واقعیت پشت پرده چی بوده. من با خانم شهره سولتی، هنرمند ارزنده مملکتمون، چند ساعت پیش گفتگوی تلفنی داشتم و ایشون ازشون دعوت کردم. طبق صحبتهایی که در برنامه گذشته کرده بودیم ازشون دعوت کردم که ایشون هم نقطه نظرهای خودشون رو در رابطه با اتفاقی که افتاده بود بیان کنن، ولی ایشون به من گفتن که به خاطر اینی که هنوز مسئله در مراحل قانونی هست و ایشون اقدامات قانونی انجام دادن، به همین منظور الان نمیتونن مصاحبه و گفتگویی داشته باشن تا اینی که این مراحل قانونی طی بشه و از طرف وکیلشون بتونن این اجازه رو بگیرن که با رسانه‌ها گفتگو داشته باشن، که این قولم به ما دادن که انشالله در اواخر این ماه میلادی موقع که وارد امریکا شدن حتما به استودیوی ما بیان و حضوراً در مقابل این دوربین با شما هموطنان خوبمون به گفتگو بنشینیم. ولی توصیه‌ای که ایشون کردن، ایشون یکی از همکاران خودشون رو که در طول این پروسه با ایشون همراه بودن و همیاری میکردن رو معرفی کردن، که چون ایشون به خاطر وجودش در تمامی این پروسه کار حاضر بوده و اطلاعات دقیقی داره، ما بتونیم یک سری یک مقداری از سوالات خودمون رو از ایشون بکنیم، چون بالاخره ایشون خودش یا انسان فریخته ایش که زحمت بسیاری کشیده در جامعه ایرانی در ترکیه و رو همین اصل اطلاعاتش بسیار غنی خواهد بود و میتونیم یه مقداری سوالاتی رو که داریم از ایشون بپرسیم. به هر حال این دوست عزیزی رو که شهره عزیز معرفی کردن آقای محسن دیبا هستن که بر روی خط تلفن داریم از استانبول. جناب دیبا سلام عرض میکنم، شبتون بخیر در استانبول. سلام علیکم، خیلی ممنون از این که وقتیتون رو به من دادید، در خدمتتون هستم. زنده باشید. جناب دیبا، قبل از اینی که من سوالات خودم رو مطرح کنم میخواستم ازتون خواهش بکنم برای اینی که یه مقداری بینندگان ما نیز با کار شما آشنا بشن، خودتون رو معرفی بکنید که کارتون چی هست و در چه رابطه ای با شهره عزیز این هنرمند ارزنده در ارتباط بودید و این پروژه بزرگداشت خانم هایده. خواهش میکنم. من تقریبا حدود 7 سالی هستش در استانبول مشغول هستم به اجرای کنسرت و پارتی برای ایرانیان در ساکن استانبول و زمانی تقریبا فکر میکنم 3 ماه پیش بود یا 4 ماه پیش بود که خانم شهره سولتی با من تماس گرفتن و اسم آقای کوروش بیبیان و آقای پورحسنی رو به من دادن، گفتن که پروژه‌ای هستش که در 3 مارس در آنتالیا باید برگزار بشه برای بزرگداشت خانم هایده و اما کمک خواستن که یه جلسه بذاریم با آقای پورحسنی و آقای بیبیان و تا اونجا که میتونم بهشون کمک بکنم، چون بازار استانبول و کلا ترکیه رو نمیدونستم و از من به همین خاطر کمک خواستم و منم دعوت ایشون رو قبول کردم با آقای پورحسنی و آقای بیبیان یه جلسه گذاشتیم در هتل
گرن جواهر در استانبول و اونجا بود که با این دو نفر من آشنا شدم. بسیار عالی. پس شما از روز اولی که تصمیم گیری برای این پروژه شده بود و از خانم سلطی دعوت شده بود، شما وارد پروژه شدید و اطلاعاتتون از همون روز اول این قدم اول بر مبنای اتفاقاتی است که در اونجا افتاده، درسته؟ بله. بسیار عالی. خب جام دیبا، لطف بکن به من بگو که شما اولین برخوردتون با آقای پورحسنی چطور بود به عنوان کنسرت‌گذاری که این برنامه رو داره انجام میده، و چی شد، صحبتایی که کردید چه بود، چه جوری شد، و تا اینی که برسیم به قسمت‌های بعدی. والا آقای پورحسنی که کلا ما به عنوان برنامه‌گذار نمی‌شناختیمشون. ایشون تا ایشون کار حمله که انجام میدادن در آلانیا، ولی خب تمایل داشتن که حالا به گفته‌های خودشون که به خاطر دغدغه‌های شخصی خودشون و اینکه دوست دارن برای خانم هایده یه کاری انجام بدن، گفتن وارد این برنامه میشیم، ولی به عنوان برنامه‌گذار با ایشون نمی‌شناختیم. درست. روز اولی که با ایشون تو هتل جواهر آشنا شدم، خب یه آقای محترم خیلی خوب صحبت میکنن، شروع کردن برنامه رو به من توضیح دادن که گفتم ما باید دوتا برنامه بزنیم 100%، یه برنامه در استانبول و یه برنامه در آنتالیا، و قرارداد اون بخواننده ها به این صورت هستش که باید 100% یک برنامه برشون در استانبول بذاریم تا اینا برنامه دوم به صورت فری بیان و اجرا بکنن در آنتالیا. پس این برنامه ببخشید میونه صحبتتون، پس این برنامه‌ای که در استانبول قرار بود انجام بشه به خاطر این بود که هنرمندان برنامه خانم هایده رو، برنامه بزرگداشت رو به صورت رایگان انجام بدن. بله. خب. بود این برنامه 23 مارس انجام بشه که حالا یه خود علاوه حالا نمیدونم مالی یا هر چیزی، یه خود دیر این کارو شروع کردن انجام دادن که اون سالونی که مد نظرشون بود تو هتل جواهر رو نتونستن بگیرن و مجبور شدن که یه سالون دیگه به اسم کنگره مرکزی بگیرن با ظرفیت بالاتر و خب طبعا با پول بیشتر، چون که دیگه نزدیک شده بودیم تقریبا به زمان برنامه، و اگه ذاتاً برنامه استانبول اجرا نمیشد، برنامه هایده‌ای هم قرار نبود اجرا بشه، یعنی نمیشد. بعد با ما تماس گرفتن، وقتی ما سالن رو چک کردیم، خب هتل جواهر گفتم که جا نمیداد، هتل کنگره مرکزی رو گفتیم بگیریم، ولی خب مشکل مالی داشتن، گفتن که ما نمیتونیم الان این کار رو انجام بدیم، اگه طرفی خب دوست داشتن که برنامه هایده طرفدار اجرا بشه، و من گفتم که شما یه دونه اسپانسر واسه پیدا کنید، کسی که بتونه ما رو کمک کنه علاوه مالی که ما بتونیم برنامه رو جمعش بکنیم. برنامه استانبول. بله، برنامه استانبول. بله. که من یکی از دوستانم معرفی کردم که تقریبا حدود 40,000 دلار سرمایه‌گذاری کردم و به صورت نقدی 10,000 دلار به سالن کنگره مرکزی دادم برای برنامه 26 ماه استانبول، و مبلغ 30,000 دلار پول نقدی به آقای کوروش بیبیان و آقای جعفر پورحسنی، البته اسمشون جعفر پورحسنی است، نیما پورحسنی نیستش. و برادرشون آقای جلال هم بودن که اونجا توی دفتر این آقا ما این پولشون پرداخت کردیم، و در قبال این پول قرار شد که یه سری تعهدات داشتن، گفتم ما با این پول می‌خوایم تبلیغات تلویزیون انجام بدیم، 26,000 دلار، و یه مقدار خیلی کمی از پول خواننده ها مونده که اینا باید بدیم که انشالله برنامه اجرا بشه. ولی خب مشکلات از همون روز دقیقا شروع شد، زمانی که این آقا پولو گرفت و رفتش، دیگه کمتر با هم دیگه تماس تلفنی داشتیم، کمتر صحبت کردیم، فقط حالا به قول معروف میشه گفت هدیه گذاشتن زیر بغل من که آقا مختار شما سالارید، شما خودت میتونید همه کارا رو انجام بدید، و فقط از طریق تلفن با هم در ارتباط بودیم. هم آقای بیبیان هم آقای پورحسنی تا روز کنسرت توی آلانیا بودن، آنتالیا بودن ببخشید، و فقط روز کنسرت اومدن و پولی که جلو در بود همون رو جمع کردن، و باز دوباره ما ایشونو ندیدیم تا روز مارچ. خب این پول رو شما کی بود که اسپانسر این جریان شد؟ چه شخصی بود؟ چه شرکتی بود؟ یه آقایی بود به اسم اسدالله توانگر که از شرکت تهران تور بود، که اول قرار بود که با هم دیگه شریک بشن این برنامه رو، که آقای پورحسنی اومدن گفتن که برای برنامه استانبول، فقط برنامه استانبول 190,000 دلار هزینه هستش، که حالا بررسی که کردیم دیدیم که خب با عقلمون جور در نمیاد، بابت 5 تا خواننده و 390,000 دلار همچین چیز جور در نمیاد، ولی به هر حال آقای اسد توانگر هم قبول کردن، گفتن اوکی، ما قرار شد که 90,000 دلار آقای توانگر بدن، 90,000 دلار شو آقای پورحسنی بذارن، که بعد از گذشت دو روز خب قرار بودش که از این مبلغ 180,000 دلار 26,000 دلار هزینه تبلیغات بشه در تلویزیون، که هیچ تبلیغاتی ما ندیدیم، که به قول خودشون در پی ام سی ما کلی تبلیغات کردیم و اصلا هیچ تبلیغاتی پخش نمیشد به هیچ وجه در مورد برنامه استانبول، در مورد بزرگداشت خوب پخش میشه، ولی در مورد استانبول کلا هزینه تبلیغات که انجام دادن در اشرق کلا
شاید کمتر از 300 دلار هزینه کردم برای تبلیغات در شهر استانبول. بعد نه آقا 300 دلار چیه، ما اون تبلیغات رو انجام دادیم آقای دیبا، ما اون تبلیغات انجام دادیم ولی پولی به ما ندادن. نه تبلیغات و کنسرت 26 هم انجام دادیم، حتی تور کشتی رو هم انجام دادیم و اینا، هیچ کدوم از اینا هیچ گونه پولی به ما نرسید. این الان بحث اینجا توش که پول رو از شاهد استانبول از اسپانسر به اسم تبلیغات گرفتم ولی خب متاسفانه به شما چیزی رو ندادن. بله بله، جدا از اون میگم 6000 دلار بابت تبلیغات بوده، بقیه‌اش هم گفتن یه مقدار از پول مونده که باید به خواننده ها بدیم، چون گفتن خیلی کم مونده، چیزی خیلی جزئی هستش که خواننده زمانی که وارد استانبول بشن با همون دلشون پرداخت میکنیم. چه مشکلات دقیقاً از همون جاها شروع شد کم کم، یعنی من با آقای بیبیان با در تماس بودم، بهشون میگفتم که خب اوکی مثلا 23 قرار شوره صورتی وارد استانبول بشه، شما میلش رو من بدید میلا چه تاریخی میرسه پروازش چیه، ایشون همه چیه به صورت قدیمیه، مثلا چی میگه 30 سال پیش روی دستخط مینوشت، از روی دستخط عکس میگیره واسه من میفرسته، گفتم آقا ببین طرز کار کردن نمیشه، شما چطوری میخواید برنامه به این بزرگی بزرگ داشته های در اجرا بکنید تو همه جای دنیا، شما اگه بخواید چیزی رو رزرو بکنید کاری انجام بدید از طریق میل انجام بدن. که آقا بیرون میگم من حوصله میل زدن این چیزا رو دارم، مینویسم بعد میفرستم، حالا میفرستم مثلا شوره سنتی این تاریخ، شماره پرواز هم نداشت، ما خودمون بر حسب سرچی که میکنیم در اینترنت میرفتیم شوره سنتی شهرام سنتی همه رو برم داشتیم میذاشیم توی هتل. تمام مشکل هم شروع شد که ایشون یه خورده اومدن که سر ناسازگاری گذاشتن با خواننده ها و مثلا قرار بود که هتل ها همه سویت باشه، که همون روزی که شوره سنتی اولین نفر رسید توی اونجا دید خب سویتی که بهش قول داده بودن سویت نیستش و خیلی جالب هم آقای بیبیان میگفتش که متوجه نمیشن بزنید برن توی هتل بمونن که متوجه نمیشه که سویته یا غیر سویته. دومی چیزی میگفتش که باید به خواننده ها شما بگید که بلا استثناء حق خوردن غذا یا هیچ چیز دیگر نبرن توی هتل، که من گفتم به هیچ وجه نمیتونم چه حرفی حالا به خانم شورای سلطی به آقای منصور یا به شهرام سلطی من نمیتونم چه حرفی بزنم، شما اگه برنامه گذاشتید خودتون بگید. که میگفت نه ما به شما سپردیم، شما باید این حرفا رو بزنید. که من به آقای سرجام دولت آبادی منیجر منصور گفتم و ایشون هم یکم ناراحت شد، گفتش که ما در هیچ جای دنیا دفعه اول و اول نیست که داریم برنامه اجرا میکنیم و در هیچ جای دنیا هم ما کاری نمیکنیم که ضربه بزنیم به برنامه گذار یا بخوایم هزینه تراشی بکنیم برای برنامه گذار، ولی اوکی میگن استفاده نکنید، اوکی استفاده نمیکنید. روز اولی که خب ببین الان جناب دیبا یه سوالی اینجا مطرح میشه، الان اینی که شما میفرمایید منیجر آقای منصور، من در گفتگویی که با آقای پورحسنی داشتیم جناب پورحسنی گفتن که آقای منصور و گروهشون و افرادی که با ایشون بودن یک به قول معروف افتر پارتی درست کرده بودن و هزینه زیادی رو به حساب ایشون گذاشته بودن، این چی بود جریانش؟ این دقیقا بعد از کنسرت روز 26 هم که در استانبول بودن، چون در روز 26 هم قرار بودش که خب جلوی در کنسرت بلیط ها فروش رفته بود و به قول معروف باید آقای پورحسنی با خواننده ها تصویر حسابشون رو میکرد. درست. قبل از اون اصلا از ما 40000 دلار قبلا گرفته بود، اصلا قبل از روز کنسرت باید تصویر حساب میکرد، حالا اون پول کجا رفته اونا بمارد. روز برنامه قرار بودش که تصویر حساب خواننده ها بکنه و حالا یه چیز جالب‌تر بهتون بگم، در روز برنامه ما تازه متوجه شدیم که آقای کوروش بیبیان به عنوان کسی که داره ارنج میکنه این کارا یادش رفته به سالن ساوند سیستم رو بگه، یعنی ریدری که برای خواننده هست یادش رفته بود که بگه، که اونجا بود که یه خورده دیگه خواننده ها یه خورده دیگه تقریبا شاکی شدن که مگه میشه همچین چیزی که کسی که کنسرت گذار هستش یادش بره بخواد ساوند سیستم سفارش بده. حالا کاری نداریم، با تمام تلاشمون کردیم، 4 ساعت 5 ساعت من وقتمو گذاشتم، بالاخره تونستم ساعت سیستم رو جور کنم، ولی خب با هزینه یه خورده بالاتر، که اینا همه رو هزینه آقای پورحسنی متقابل میشد و آقای کوروش بیبیان پشت صحنه بودش. برنامه 26 هم تا قرار بود ساعت 6:30 بعد از ظهر درآمد بشه، ساعت 7 شروع بشه، ولی خب خیلی طول کشید، ساعت 9:30 درآمد شد، چون پول خواننده ها نداده بودن، هرچه بالا پول در میوردن ریز ریز میرفتن پخش میکردن بین خواننده ها، 1000 تا تو بگیر 500 تا تو بگیر، این شکل داشتن میدادن که اصلا یه شکل قشنگی نداشتش، که به حال همه رفتن بالا و ولی خب پولی به شورای سنتی ندادن به هیچ عنوان، یعنی اومد 2000 دلار به شورای سنتی بده اما خب پول امیر بدخش که مسئول بند بود پول اونم ندادن، شورای گفت که شما دستتون تنگه پول بده به امیر بدخش، این حالا من نیاز ندارم شما پول مالا فردا بدید، یعنی هیچ پولی تا اون لحظه شورای سنتی نگرفته بود به هیچ وجه، یعنی پولی رو که آقای پورحسنی میخواست بده به شهره، شهره گفت بده به آقای بدخش. بله بله بله. خب گفت بده به آقای بدخش، حتی اونجا شهره اولش خب یه خورده صفر گرفته بود، میگم من بالا نمیرم بخونم،
و آقای پورحسنی به من گفت محسن جون تو حلش کن، داری از خودش 6700 به شهره بدی؟ من گفتم اوکی مشکل نداره من میدم به شهره، ولی شما به عنوان برنامه گذار با من بیاید تو اتاق بکستیج شهره بگید آقا من پول ندارم، محسن جون کمک کن یه 5600 به شهره بدی، من مکمل میل میدم. ولی ایشون نمیومد، خودش قایم میکرد میرفت پست میگفت برو حلش کن. خب من چجوری حلش کنم؟ شما برنامه گذارید، شما کسی هستید که ایشونو دعوتش کردید، شما هستید که باشون قرارداد بستید، شما خودت یه گوشه وایسید نامه میگی محسن برو حلش کن، که گفتم نمیشه. خلاصه شما گفت باشه به این برنامه چون محسن اینجا کارش انجام بده روی اعتبار محسن میرم بالا میکنم که آبروی محسنم نره، ولی فردا من پول اون بدید، که گفتن اوکی. اون برنامه تموم شد، حالا میرسیم به افتر پارتی که شما بحثش کردید. اومدن بچه‌ها توی هتل و قرار بودش که ساعت 2 شب آقای پورحسنی بیاد توی هتل به اینا پول بده. بچه‌ها های پایین نشسته بودن، خالص سپیده بود، شوهر سنتی بود، آقای شهرام سنتی همه بودن پایین، خانم هلن نبود، نه خانم هلن نبود. پایین بودم منتظر بودم که آقای پورحسنی یا آقای بیگن یکی بیاد به اینا پولشون رو بده. منصورم بود اونجا دیگه نه؟ برنامه سیامی هم اجرا نمیشد. محسن جان منصورم اونجا بود؟ محسن جان منصورم اونجا بود؟ منصورم بود ولی منصور پایین نبود. آها خب خب خب. فقط آقای شهرام سولتی و سپیده و شهره سولتی پایین بودم و من و یکی از دوستان پایین نشسته بودیم که ما داشتیم چیزها رو چک میکردیم که ترانسفر برگشتشون که یا اینا. حالا اوکی من نمیگم چیزی نخوردن، دو شات حالا ویسکی خورده باشن، دو شات ودکا خورده باشن که سر تش هم بزنی شاید $200 هم نمیشد. خب و حالا من مصاحبه کش با آقای پورحسنی انجام دادیم، من کامل گوش کردم. ایشون خیلی حرص اینه میذاد که افتر پارتی گرفتن. اوکی افتر پارتی هم اگه گرفته باشن شما تا به این لحظه هیچ پولی پرداخت نکردید. اگه پول هتل بوده، اگه پول مشروبات اون بوده، همش به گردن من بوده و همش هم ما تا الان پرداخت کردید و از اون روز ما داریم پیگیری میکنیم یک قرون، یعنی یک دلار به ما پولی پرداخت نشده بابت اون. پس حرص و جوش خوردن الکی هم نداره که بگن افتر پارتی گرفتن. پس این جریان رو، این افتر پارتی که اونجا بود، شما پولشو از جیب خودت پرداخت کردی؟ بله، اصلا افتر پارتی نبود، یه جایی بود همه نشسته است بکنیم، من با شما میام توی هتل به این درماده یه بحث صحبت میکنیم و که شاید یه شاد یا دو شاد ویسکی یا ودکا هم بخوریم. افتر پارتی به جایی میگن که موزیک باشه، بزنن، برخصن، باطل بگیرن، اصلا همچی چیزی نبوده. نه میسی که اینجوری که گفتن اگه اشتباه نکرده باشم به نظرم میاد که ایشون میگفتن که ایشون یه مهمونی گرفته بودن در اتاقشون و در اونجا. نه دروغه، یه همچی چیزی نبوده. خب نه حالا. دروغه، تو همه توی لابی بودیم، همه توی لابی. خب حالا بعد از این جریان این اتفاق افتاد و هنرمندا پولشون رو نگرفتن برای اون برنامه 26 و ولی بلیت هاشون صادر شده بود برای اینی که برن به آنتالیا برای برنامه بزرگداشت. خب چه اتفاقی از اینجا تا شب قبل از برنامه بزرگداشت افتاد؟ در همون شب که خب ما بچه‌ها توی پایین بودن که پولاشونو بگیرم، که خب کسی نیومد، آقای بیبیان هم ذاتا رفت اتاق خودش، نیومد اصلا پایین، آقای پورحسنی هم نیومد و قرار شد تلفنی که صحبت کردن قرار شد فردا شب 27 به اینا پول بدن. 27 هم پول ندادن، گفتن 28 پول میدیم، 28 هم شد پول ندادن، گفتن 29 میدیم، 29 هم شد پول ندادن. گفتن که 30 یعنی روز برنامه، دقیقاً رسیدیم به لحظه آخر که 30 روز برنامه هستش، گفتن تا ساعت 11 پول میدیم که باز پول ندادن، گفتن ساعت 3 میدیم که ساعت 3 پول ندادن، گفتن ساعت 5 پول میدیم که ساعت 5 هم پول ندادن، که این اتفاقات همینجوری همش دست به دست هم دیگه داد. حالا فقط پول هنرمندا نیستش، خیلی من دلم بخاطر خیلی کسای دیگه میسوزه. شما شاید خیلی چیزا در پشت پرده ندونید، کسایی که آقای پورحسنی میگه 200 نفر واسه من کار میکردن، درسته؟ درسته. 200 نفر واسه من این پروژه کار میکردن. این 200 نفر اگه منظورتون کارمندا بنده خدا دخترایی هستن که از ایران اومدن و با هزار امید آرزو تنها دارن زندگی میکنن اینجا و حتی شاید پول غذا خوردن هم ندارن. هنوز که روزه پول هیچ کدوم از اون کارمندا پرداخت نشده. پول تا ساعت 5 بعد از ظهر برنامه قرار بود ساعت 3 ظهر شروع بشه که گفتن رد کارتر میخواد بیاد و گفتن تا ساعت 5 بعد از ظهر هنوز پول سالن مردم پلاس که جایی که قرار توش برنامه بزرگداشت هایده انجام بشه هنوز پرداخت نشده بود. عجب. من آخه میدونید جاب دیبا، برای من یه نکته، یه مسئله خیلی نکته است این وسط. آقای پورحسنی در گفتگوشون گفتن که بیش از 400 خورده هزار دلار هزینه کردن در برای این برنامه بزرگ داشت و اونجوری هم که ایشون صحبت می‌فرمودن یه چیزی حدود مثلا مکسیمومش دیگه 50,000 دلار کل پولی بوده که کمبود بوده که این برنامه انجام بشه. من نمیدونم، ولی به نظر من منطق بر اینجاست که شما اگه 400,000 دلار هزینه میکنی طبیعتا
فراهم آوردن 40-50 هزار دلار کار سختی نباید باشه که این برنامه اتفاق بیفته و انجام بشه. این واقعیت هم چی بوده تا اونجایی که شما اطلاع دارید به چه صورتی میبینیدش؟ کاملا 100% من حرفش رو رد میکنم، 100%. اصلا 40-50 هزار دلاری هم در کار نبوده. شما فکر کنید ایشون در فکر خودش یه چیزی رو ساخته، در فکر خودش یه چیزی رو داره معامله میکنه با کسی دیگه، اصلا این کمچین پولی وجود خارجی نداشته. شما وقتی که میخواد یه برنامه مثل بزرگ داشته هایی بذارید، وقتی که میایید به همه میگید من 100 تا هنرمند دعوت کردم، که در روز 29 من با ایشون تلفنی صحبت کردم، گفتم میشه به من بگید این 100 تا هنرمند کیا هستن؟ گفتش که من یه تقلبی کردم. حرفی که دقیقا خود آقای فولادتنی به من زد، من یه تقلبی کردم، از این 100 نفر 52 نفر ارکستر آقای بیژن مرتضوی هستن، یعنی کسایی بودن که نوازنده معمولی بودن از یونان قرار بود بیان، 52 نفر اونا هستن، یه خانم هما میرفشان رو دعوت کردیم و یه آقای اکبر گلپایگانی و برنامه ما اینجوری داریم که برای 100 نفر ما تعداد کردیم که بتونیم سالن رو پر کنیم. اولین تقلبشون تو همینجا بوده، که تقلب کمی هم نبوده، بسیار کسایی که داخل هتل مردان پلاس بودن بهشون اینفوی که داده بودن، گفته بودن آقای داجوش هست، آقای ایبی هست، آقای شاتمن عقیلی هست، نمیدونم هنرمنده دیگه از سراسر دنیا دارن میان، همه به اون حالت اومدن $1000 پول دادن. وگر اگه میدونستن خب یه کنسرت نیم مثل بقیه کنسرت ها تو اون تایم خیلی کنسرت توی آنتالیا بود با بیلتای $100-$110، خب مردم میرفتن اونجا استفاده میکردن. اما اینفوهای دروغ که به مردم میدادن که چه هنرمندایی هستن امشب پایین، همه خب میرفتن میخریدن و یه سری ها $1000 خریده بودن و دقیقای آخر ساعت 5:30 دیگه داشتن $200 هم میفروختن. چرا؟ فقط میخواستن مردم پول بگیرن. همین. خب حالا یه سوال دیگه، در کنسرت 26م 26م که در استانبول بود، بلیت چند بود؟ بلیت سه مدل بلیت بودش، $130، $200 و $250. خب چقدر آدم اومده بودن؟ تقریبا یه چیز حدود 1100-1200 نفر. خب پس در نتیجه در اونجا درآمدزایی خوبی انجام شده بود دیگه طبیعتا، نه؟ خب پس چرا همون موقع پول هنرم در ذهنتون باشه، شما اینم در ذهنتون باشه، بگر از پول کشی که از مردم گرفته شده $40,000 هم از شخص دیگه به اسم آقای توانگر گرفته شده. بله. خب حالا چطور با این شرایط فکر میکنید که ایشون چرا پول هنرمندا رو پرداخت نکرد؟ والا چیزی که من خودم فکرشو میکنم، حرف شما کاملا درسته، وقتی که اگر کسی بیاد، اگر واقعا کسی بیاد $450,000 خرج کرده باشه به خاطر $20,000 $30,000 هیچ وقت نمیاد برنامه‌شو کنسل بکنه. ولی مبنی بر این بوده که پول کسی پرداخت نشه. چرا؟ چون من یادمه که واقعا بیبیان توی تاکسی بودیم به سمت سالن که میرفتیم، به من گفتش که ما با آقای بیژن مرتضوی جوری نوت‌ها رو تنظیم کردیم که اگر خواننده‌ای هی به ما بگه پول پول پول، ما میتونیم که اونو اینشونو حذفش کنیم و کس دیگه ای بیان جاش بزنیم. منم گفتم مگه میشه همچین چیزی؟ 5 نفر از خواننده‌ها هر روز روزی 3 روز رفتن توی استودیو آقای بیژن مرتضوی ضبط کردن، مگه میشه همچین چیزی؟ گفت آره، باید از خودشون هم باشه، همه از خودشون هم باشه، بخوام یاد بزرگداشت هایده همچین برنامه اجرا بکنن که تو زیاد پول بول بکنه ما حذفش میکنیم و خیلی راحت کسی دیگه اجاش میزنیم. از این من اصلا پول قرار بده کسی پرداخت بشه. خب من الان اینجا یه نکته رو خدمت شما بینندگان عزیزم عرض بکنم که اسم آقای کوروش بیبیان بارها و بارها تکرار شد، چه در این برنامه چه در برنامه گذشته. آقای کوروش بیبیان از دوستان عزیز بنده هستند و ایشون کسی بودن که جزو هماهنگ کننده های این اتفاق بودن، یعنی عملا طبیعتا تمام هنرمندانی که در اینجا بودن به خاطر عدم آشناییشون با آقای پورحسنی بیشتر بر مبنای اعتبار آقای کوروش بیبیان اومدن اونجا و خود آقای کوروش بیبیان بنده خدا اینم اونجا کار میکرد، یعنی عملا این چیزی نبود که ایشون به اصطلاح زینف باشه از نظر سرمایه گذاری و درآمدزایی اون مجموعه. و خود ایشون هم تا اونجایی که من اطلاع دارم در به اصطلاح لحظه آخر نه تنها هزینه هاشون پرداخت نشد، بلکه یه مقدار زیادی هم خودشون از جیب خودشون هزینه کردن برای برگشتشون به امریکا. پس در نتیجه من اگر صحبت از آقای کوروش بیبیان میاد و حرفایی که در مورد ایشون گفته میشه، بدونید آگاه باشید که ایشون جز سرمایه گذارها نبودن و فقط هدفشون این بود که یک کار قشنگی رو برای یک هنرمندی که خیلی علاقمند بهش بودن، خانم هایده، بتونن انجام بدن و به همین منظورم بود که از اعتبار خودشون
در این وسط زمینه کردن و هنرمندان رو دعوت کردن. یعنی عملا ما هم به عنوان یه مجموعه رسانه‌ای و ارتباطی، ما هم به خاطر صحبت‌های آقای کوروش بیبیان این تبلیغات رو پخش کردیم. نهایتا بدونید و آگاه باشید که آقای بیبیان تفلک خودش هم متضرر این برنامه شده بود. پس در نتیجه این الان صحبتی که راجع به آقای کوروش بیبیان میشد رو، این رو فقط بر مبنای اتفاقاتی که افتاده در نظر بگیرید، چون خود این بنده خدا هم تا اونجایی که من اطلاع دارم از پشت پرده آنچنان آگاه نبوده. ایشون فقط هدفش این بوده که این هنرمندا دوره هم جمع بشن و این اتفاق بیفته. ببخشید جناب دیوا وسط صحبتتون. بله میفرمودید، در خدمتتون هستم. بله حرفتون من تایید میکنم. آقای بیبیان تو قسمت مالی هیچ دخالتی نداشتن، ولی حرفی که هستش اگه همونطور که شما میگید به اعتبار آقای بیبیان این خواننده دور هم دیگه جمع شدن، حداقل کاری که آقای بیبیان میتونست بکنه اینه که میتونست این خواننده رو ارنج بکنه. خب مثلا میگم در روز 30 مارس که اصلا مشکل پولی هستش یا هر چیز دیگه هستش، اگه آقای بیبیان میومد بالا میگفت به خواننده ها که اوکی من اینجا هستم، به اعتبار من به این کار انجام بدید، اوکی مشکل نداره، مطمئن باشید که همه قبول میکردن. ولی نه آقای کوروش بیبیان نه آقای پوراتنی اصلا تماسی نگرفتن با خواننده ها برای روز 30 مارس که بیاید پایین کار اجرا کنید به هیچ وجه. و آقای پوراتنی خیلی جالب داشت میگفت، من شوکه شدم وقتی حرفش رو شنیدم که گفتم من با خانم شوره صحبت تماس گرفتم، به من گفتن یا پول یا ویلا. اصلا کی همچین حرفی شده بود من اینو من نمیدونم. شما بودید اونجا موقعی که این صحبت رو میکردن؟ خب آقای پوراتنی به آقای زمانی که ایشون داشتن میگفتن که خانم شهره سنتی و خانم هلن بالا بودن و به در خانم سنتی دستور داده بودن که کسی پایین نره، من خودم تو همون اتاق بودم بالا. اصلا همچین حرفی نبود. خانم هلن نشسته بود، خانم شهره سنتی هم نشسته بود و همه منتظر بودن که یکی به اینا زنگ بزنه که بیاید پایین. حتی شهره سنتی داشتش از موزیکای هایدر گوش میکرد، یه خودم تقریبا احساساتی شده بود، میگم من میرم پایین، لباسا هم میپوشم میرم پایین. ولی بقیه خب من نمیدونم، مثلا بقیه خواننده منصور شهرام سولتی یا خانم سفیده، بقیه مگه باید اولش دارن برنامه میذارن؟ همه اینا شاید بالا سطح برنامه گذاشتن و قدرت تصمیم گیری دارن تو نفتی که چه کاری انجام بدن. الان من نمیدونم، چون همه چی برعکس شده و دارن میگن شهره این کاری کرده، شهره این کاری کرده. خب ببین من جام دیبا، من همون جوری که در اون روز و تا روز سیوم، چون دروغ زیاد شده از آقای پوراتنی تا روز سیوم، اوکی اگه برنامه اول بود میگفتن شاید بنده خدا یه مشکلی خورده و همه چی حل میشه شده، ولی از سه هفته قبلش همش دروغ، همش وعده وعده دروغ که فردا میدیم، پس فردا میدیم، امروز میدیم، دو روز دیگه میدیم، همش به دروغ بوده دیگه. کسی حرفی یعنی اعتباری نداشت آقای پوراتنی که بخواد کسی به حرفمون گوش بکنه و اینجا میتونست آقای کوروش بیبیان بیاد یه ضمانتی رو بکنه. ولی تنها کاری که کردن به شهره گفتن که زنگ بزن به همه خواننده‌ها تو گارانتی بده، گارانتی پول بده. شهره هم گفت من شما از من چی میخواید، من گارانتی پول به کی بدم؟ گفتن که نه تو زنگ بزن به منصور، به شهرام، به همه زنگ بزن بگو که اگه اینا پولتو ندادن ما میدیم. شهره خب گفت من هم چیکاری نمیتونم انجام بدم، اگه میخوای خودتون تماس بگیرید. خب آقای پوراتنی و آقای کوروش بیبیان هیچ کسی اصلا با خواننده تماس نگرفتن. خب ببین جناب دیبا، من یه نکته رو دفعه قبلم عرض کردم. خانم شهره شولتی رو من خب سالیان سالی که ارادت دارم خدمتشون و آشنایی تقریبا نزدیکی با ایشون دارم و دیدم و بارها شاهد این بودم که ایشون حتی در خیلی از موارد اصلا قراردادم نبسته ولی قولی که داده پای قولش وایساده. به همین منظور یه مقداری این مسائل برای من غریبه است، چون خانم سولتی رو من میگم با تجربیاتی از گذشته از ایشون دیده بودم اصلا برای من جور دو دو تاش چهار تا نمیشد که خانم سولتی بگه حالا چه پول ندیدی من نمیام رو صحنه. رو همین است یه مقداری این مسئله برای من چجوری برات بگم یه خودی گیجه. واسه همینم دلم میخواد که اگر چیزی دیگری هستش که شما فکر میکنی که ببخشید شما آگاهی دارید، کما این که الان مثلا این جریان مسئله ویلا و اون پول یا ویلا رو گفتید، اگر چیز دیگری هستش در همین زمینه ها هست میتونید به ما بگید ممنون میشم. که خب یه مقداری ما هدفمون اینه که یه مقداری این مسائل روشن بشه و تا اونجایی که امکان پذیره حق به حقدار برسه. من شنیدم که این ویلا ویلای خود آقای پورحسنی بوده، درسته؟ نه اشتباه بشه. ویلای کی بوده این؟ این ویلا برای آقای هستش که تو دانمارک زندگی میکنن
و اینم ما خودم دو روز پیش متوجه شدیم که ایشون آقای پوراسایی در کشور ترکیه هیچ چیزی به اسم خودشون ندارن. حتی در کنسرت 26 ام در استانبول در هتل ایشون کریدیت کارتی گذاشته بودن اونجا که توش 150 لیر یعنی 70 دلار توش پول نبود و خواننده زمانی که می‌خواست خروج بکنه رسپشن اومده میگه آقا شما این کریدیت کارت مال چیه؟ چی گذاشته اینو؟ یعنی خب خواننده شما اینو بهشون باید حق بدید که دارن از قبل یعنی از 3-4 قبل از برنامه تیزه دارن میبینن که برنامه‌گذاری که دارن باشون کار میکنن چه جور آدمی هستش. خب من میگم اگر هر کس دیگه به آقای به جای آقای پوراسنی بودش مثلا اسم نمیخوام بیارم کسی که واقعا توی عرصه هستن چون آقای پوراسنی توی عرصه برنامه‌گذاری نبوده پس به حساب کسی روش اعتباری نداره باز نمیکنه روش. اگر هر کس دیگه بغیر از آقای پوراسنی اونجا بودش میتونست خیلی راحت این کارو ارنج بکنه ولی وقتی که شما فکر کنید خانم هلن رفته بیرون برای گردش میاد تو اتاقش میبینه در اتاقش باز میشه به خاطر بدهی خب مشخصه که این هم همه میشه یعنی همه خواننده میگن ما داریم با کی کار میکنیم کسی که هنوز پول هتلمون رو پرداخت نکرده در استانبول چجوری ما میخوایم پس از این آقا پول بگیریم بابت دستمزدمون بابت هزینه‌ای که اومدیم حتی خانم شهره سنتی زمانی که در استانبول اقامت داشتش پول هتلش رو دوز که اضافه مونده خودش پرداخت کرد. پول هتلی که خانم سنتی در استانبول بودن خودشون داده بودن؟ بله پول میدیبانش هم خودشون پرداخت کردن چیزایی که خورده بودن هم خودشون پرداخت کردن در صورتی که کسایی که واقعا توی این عرصه دارن کار میکنن میدونن که مثلا من یه مثال برای شما میذارم شما فکر کنید که یه برنامه شخص شما مثلا برای آقای داریوش گذاشتید یا برای خانم گوگوش گذاشتید آیا شما میتونید به این خواننده بگید که مثلا توی قراردادتون مثلا نوشتی که 24 من میخوام به شما پول بدم شما بگید حالا برو بالا بخون من اوکیش میکنم شما میتونید چه حرفی بزنید به آقای داریوش مثلا یا به خانم گوگوش یا بگید که توی هتل بمون ولی هیچی حق خوردن نداری شما هم چه حرفی میتونید بزنید. جناب دیبا اجازه بفرمایید من یه توضیح خدمت شما هموطنان عزیزم بدم. معمولا در یک همچین مراحلی در یک همچین مسائلی که پیش میاد و کنسرتی گذاشته میشه برنامه تفریحی گذاشته میشه معمولا صاحب برنامه تمامی هزینه های اون هنرمند و اون به اصطلاح کسایی رو که دعوت میکنه بیان برای اجرای برنامه رو متقبل میشه و اینم به خاطر اینش که خب بالاخره اونا مهمان این کنسرت گذار یا برنامه گذار هستن و معمول بر این هست که خب هنرمندا که میان چه نوازنده ها چه خواننده چه هر کسی که به عنوان هنرمند میاد که به اصطلاح هنرش رو عرضه بکنه معمولا مهمان صاحب برنامه هستن و از چه از خوراک چه از اقامت چه از هزینه رفت و آمد تمام اینها به عهده برنامه گذار هست. حالا اینایی که جناب دیبا میفرمایند که مثلا حتی ایشون مینی بار خودش هم خودش پرداخت کرده بوده یعنی اینا عملا جزوی از مجموعه پرداخت هاییش که برنامه گذار بایستی انجام بده که خب گویا اینجوری که جناب دیبا میگن گویا که یه همچین مسئله اتفاق نیفتاده. خب جناب دیبا اینو به من بگید این جریان مثلا حرفتون رو بخشید خواهش بگید آقای پوراسنی کرده بودن گفتن که در آمریکا 100 دلار خانم شهره بابت سوسیس رو نمیدونم چیزا خریدن من نمیدونم واقعا پیش خودشون چی فکر کردن حالا شما شاید بهتر خانم شهره تولتی بشه آیا ایشون محتاج 100 دلار مثلا پول مارکت هستن که میان در یه رسانه ملی همچین صحبتی رو میکنن؟ حالا من یه سوال دیگه خودشون انجام میدن و بزرگترین چیزی نیست چرا اشتباهی که خودتون انجام میدید آقا یه کلمه بگید اوکی ما اشتباه کردیم دلیلی نداره که بخواد گردن یکی بندازید. حتی تو همون روز بزرگداشت آیده وقتی آقای پوراسنی بالا رفت من دقیقاً یادم هستش و دقیقاً من فیلمش هم دارم که برگشت روی سن گفتن که ما از همه ممنونی به خود از شهره صورتی که بدون منت اومد این کار واسه ما انجام داد. حالا چطور شد که یه هفته تا که این قضیه برگشت حالا هنرمندا همه شدن بد و نیز توی رسانه ملی میگید که به ظاهر هنرمند. خب ببینید یه نکته رو من اینجا توضیح بدم که در استانبول چه اتفاقاتی افتاده یا نه. بله من یه نکته رو مجددا خدمت شما بینندگان عزیزم یادآوری بکنم. من خب حتما خیلی از شماها از سابقه بنده آگاهی دارید. من همونجوری که میدونید از سن 4 سالگی هنوز به قول معروف هنوز حرف زدنم درست بلد نبودم در عرصه هنر با هنرمندان بودم و بالاخره خود ما هم دستی در آتش داشتیم و غیره و زالک و تا کنون همیشه اکثر روابط من اکثر دوستان بنده اکثر کسایی که بنده افتخار آشناییشون رو دارم اکثرا هنرمندانی بودن که باعث شادی و نشاط و لبخند به لب شما هموطنان عزیزمون می آوردن. ولی به خاطر این تجربه‌ای که من با این عزیزان دارم باید بهتون بگم که ما همیشه
هر جایی که هنرمندان بودن، خونه هر هنرمندی که میرفتیم، هنرمندا واقعا با دل باز پذیرای دوستانشون هستن و ما هر جایی که میرفتیم، هر جایی که هر هنرمندی دعوت میکرد در مقطعی بودیم، یا با پلوی ما می اومدن یا ما می رفتیم پلوشون، همیشه همه ی هنرمندا هر چی که داشتن در طبق اخلاص می زاشتن. از خوراکی گرفته تا مهر و محبت و عشق و صفا و صمیمیت. و اینی که این مسئله یه 100 دلاری هم که صحبت شده بود، به نظر من هم یه مقداری، شاید یه مقداری 100 دلار نبوده، حالا شاید رقمش یه چیز دیگه بوده، حالا به هر حال اون چی که هست، این همیشه در بین هنرمندا همیشه هست که هنرمندا همیشه از دوستانشون، از همکارانشون با وجودشون پذیرایی میکنن، با جون و دل، با صفا و صمیمیت و مهر و محبت و دیگه مواد غذایی که دیگه جای خود داره. جناب دیما، یه سوال دیگه ای برای من هست. این جریان 10,000 دلار پیرن خانم هایده چی بود؟ والا اینم من تو همون تایمی که یه چند دقیقه شما تنست کردم با آقای بیبیان در چیز بودیم، در تاکسی بودیم به سمت سالان که میرفتیم. حتی اول من یه پرانتز وا کنم، روز 23 که خانم شهره طلعتی وارد استانبول شدن، دکتر خانم هایده با ایشون تماس گرفتن و گفتن که آیا خبر داری که اصلا این اجازه نگرفتن از پسر هایده؟ شورا هم گفتش که والا من میدونستم که اینا بخشه بودم که همچه اطلاعی بدم. گفت نگفتم، به حال شد پسر هایدم حق وکیل گرفتن داره، میتونه بیاد وکیل بگیره و برنامه رو حتی نظر که اجرا بشه. تو همون تای شورا صورت تماس گرفت با آقای بی بی آن و گفتش که شما اینا هماهنگیاش انجام ندادید و سخت تایتا پیگیری بکنید، چون که به حال ایشون هم حق قانونی داره که میتونه این برنامه رو حتی کنسلش بکنه. جوابی که آقای بی بی آن داد گفتش که حالا اینا یه کلمه کلیدی شده برای همشون، هم عرف شده بود که هایده برای یک ملت است و ما برای اجرای این برنامه هیچ کسی اجازه نمیدیم. در مورد لباس، من توی تاکسی که بودم با آقای بی بی آن، این حرف رو من از زبون آقای بی بی آن شنیدم، از زبون کسی دیگه من نشنیدم، که گفتش که بچه هاشون آره دارن شکایت میکنن از ما، ولی خب دلیل نداره، اما ازشون لباسشون خواسته بودن، به من گفتن 10,000 تا و حتما اگه خودشون هم بخوام بیان باید 100,000 تا بهشون پول بدیم، پس نیازی نیستش، ما این برنامه رو اجرا میکنیم، نیازی به حضور پسرهای هایده هم نیستش که بخوام بیان. من این فقط های همین حد بشه، چیزی که با گوش خودم شنیدم همین بوده. شما نمیدونید که کی عملا با فرزندان خانم هایده تماس داشته؟ اصلا کسی تماس نداشته، اصلا هیچ کی تماس نگرفته بوده، هیچکس تماس نگرفته. خب خانم شهره هم باشون تماس نداشته. مثلا ما از آقای فراتانی خود صحبت کردیم، ولی برای اینکه حق ایشون هم یه موقع ضایع نشه، اینا بهتون بگم قصد آقای فراتانی قصد بدی نبوده، یعنی کاری که می‌خواست انجام بده، چون از همون روز 23 قبل کنسرت استانبول با ایشون خیلی تلفنی در تماس بودم، یه جلسه‌ای که داشتیم، خیلی شور و هیجان خیلی خاصی داشتم واسه اینکه این برنامه به نحو احسن انجام بشه. اما نوع برنامه‌ای که واسه من توضیح دادم، من بهشون گفتم یا شما باید چندین و چند سال روی این قضیه کار بکنید، چون چیزایی که میگفتن چیز ساده ای نبود. مثلا مجسمه هایده رو میخواستن بذارن اونجا، 63 ثانیه وقت داشتن که این پرده برداری بشه، رد کار مثل داریم، واقعا عالیه، واقعا عالیه، شاید در حد اسکار باشه، اما کاری نیستش که بگیم به قول معروف با یه روز دو روز یه ماه کار کردن بشه انجام داد. و حداقل این چیزی که من دارم میبینم، شما واسه من دارید تعریف میکنید، حالا نمیدونم یا تو رویاهاتونه یا واقعا عملا میخواید انجامش بدید، حداقل 300-400 نفر پرسنل میخواد که فقط روی این قضیه کار کنن. پیشون من گفت نه، همه چی اوکیه، ما همه کارا انجام دادیم. روز بزرگش نهایده من ساعت 3 ظهر توی هتل بودم، دیدم هنوز پول حتی پرودکشن کسایی که دارن دوربین گذاشتن این برنامه رو امکان پول اونام نداره، که اونا همون لحظه ساعت 3 لپتاپشون بس کردن، گفتن این برنامه کنسله، یعنی ساعت 3 کاملا مشخص بود که این برنامه اجرا نمیشه. عجب. این وسط من هنرمندا چون یه خود مشهور تر هستن، همه میگن اوکی پول هنرمندا رو ندن، ولی خیلی کسای دیگه هستن که پولشون پرداخت نشده، که اصلا چون آدمای کوچیکتری هستن اسمشون نمیاد، به حقشون ضایع شده، از پول هتل شما بگیرید در استانبول، آلانیا و خیلی جای دیگه، کارمندایی که اونجا کار کردن بابت 200 تا 300 خیلیشون پول نگرفتن، ولی خب هیچ چیزی نمیتونه ثابت کنه که آقا پول ما رو به اون پس بدید. تبلیغ آی سی سی رو یادت رفت آقای؟ بله.
البته الان دیگه با آقای دیوا صحبت میکردیم در یه لحظه صدای ایشون قطع و وصل شد. این به خاطر ارتباط تلفنیه. به هر حال اون قسمتی رو که من یه حرفی هم که شده چند روز پیش من اتفاقا برای تیم زبده یه پارتی داشتم در استانبول. آقای پورحسنی به من زنگ زدن گفتن که من 8% سرمایه فقط از بین رفته و دوباره این کارو میخوام انجام بدم. و منم بهش گفتم واقعا اگه 8% سرمایه از بین رفته پس بهتره که پولای مردم چیزایی که هستش رو با مردم صاف بکنید. و از همون روز فعلا ایشون جواب تلفنشون خاموشه. بعدش آقا جلال پورحسنی ایشون تلفنشون جواب نمیدن و اگر جواب نه فقط از طریق میل صحبت میکنن، یعنی رو در رو صحبتی نمیکنن که بیان یه چیزی برنامه بشینن که خب خیلی پولایی هستش که باز مونده ولی رو پرداخت بکنن که هنوزش خبری نیست. نه البته قرار شده که پول تبلیغ ICC رو ایشون پرداخت بکنن، حالا با فرصتی که انشالله پیش بیاد. اجرایات فلان هستش ولی واقعا یه چیزی که من واقعا دلم سوختش فقط به خاطر مردمی بودش که اون روز از ایران اومده بودن و با چه شور و هیجانی رفته بودن لباس خریدن. واقعا من دلم سوختش. از ساعت 3 ظهر خیلی برنامه‌های دیگه داشتن که اون شب می‌خواستن برن کنسل کردن. آخر سر هم هیچی، حتی یک نفر نیومد از اینا معذرت خواهی بکنه. پول که پس دادن هیچی، حداقل میتونن یه معذرت خواهی بکنن که اون کارو انجام ندادن. خب حالا جاب دیبا الان چه جوری میبینی؟ فکر میکنی که الان چه اتفاقی قراره بیفته؟ فکر میکنی الان با این شرایطی که پیش اومده، با این اتفاقاتی که افتاده، قدم بعدی چی هست؟ چه کاری میشه کرد که هم از دل مردم در بیاد این موضوع و هم آقای پورحسنی؟ چون واقعیتش اینه که من تا اونجایی که آشنایی از آقای پورحسنی دارم، تا اونجایی که قدمای ایشون رو دیدم در این رابطه، دیدم با خلوص نیت دلش میخواد این کارو انجام بشه و این فقط به خاطر همون علاقه به هایده بوده که دلش میخواسته این کارو بکنه. حالا فکر میکنی که چه اتفاقی میفته؟ الان فکر میکنی که شما چجوری میبینی؟ به خاطر اینی که خب هم در ترکیه زندگی میکنی، هم دستی در آتش داری و خودت هم جز برنامه گذاران استانبول هستی، چجوری میبینی جریان رو؟ والا اگه اینکه واقعا هدفش این باشه که بخوام این کارو انجام بدم، میتونه این کار دوباره انجام بده، اما این سری بدون پول. یعنی اینکه از مردم بخوام $1000 $500 $400 بگیرن هیچ کسی اطمینان نمیکنه. اگه بخوام به واقعیت قضیه نگاه بکنیم، اگه نه بخوام همینجوری الکی بگیم میگه اوکی شون میذاره پرم میکنه. حتی من مصاحبه پسر خاله هایدر دیدم که داشت میگفت سالانه 1000 نفری دارن پر میکنن $1,000,000. همچین خبرایی هم نبوده چه بگی آقای پورحسنی هم $1,000,000 برداشته به بقیه نداده، همچین چیزی نبوده. اون چیزی که آقای پورحسنی فکر میکرده اتفاق نیفتاده. حالا به نظر من کسی که میخواد همچین برنامه‌ای بذاره حداقل باید $1,000,000 پول داشته باشه و اگه $1,000,000ش از بین رفت تو زندگی شخصی خودش تاثیر نذاره. متاسفانه آقای پورحسنی همچین چیزی نداشته توی ذهن خودش. اوکی یه برآورده هزینه کرده، اگه یادتون باشه با شما مصاحبه هم که انجام دادن گفتن که هزینه من $450,000 بوده و فکر می‌کردم $250,000 یا $300,000 از مردم میتونم بگیرم برگشتم خودم هزینه بکنم. خب همچین چیزی اتفاق نیفتاده. وقتی اتفاق نیفتاده و شما وارد این کار هستید، پس مسئولی که جواب بدید. اگه شما سود می‌کردید می‌مارید سودتو برید بقیه پخش کنید؟ نه. حالا که ضرر کردید پس مجبورید و مسئولید که پول بقیه رو پخش کنید. اگه اینکه بخواید در این بازار دوباره ادامه بدید و کار کنید. و اگه بخوام دوباره بزرگ داشته هایده رو انجام بدم، به نظر من فقط در یک صورت میتونه انجام بدم، اینه که به صورت فری باشه. اگه ایشون میگه من عاشق هایده هستم و واقعا ایشون رو قلبم دوست دارم و شما حتی بهشون گفتید چرا تو لس آنجلس این کار انجام نمیدید، گفتن که میخوام تو ایران نزدیک ایران باشه که علاقمندان هایده بتونن راحت بیان. خب اگه میخوای این کار انجام بدید، خب تندیس هم که گفتید هستش و بازش نکردید، به نظر من چه بهتر هستش که یه برنامه فری انجام بدید که همه بتونن بیان لذت ببرن. خب حالا اجازه پسر خانم هایده اینطوری باید اجازه شده بگیرن صد درصد. بله حالا من خاطرم هستش که شهره عزیز در نامه‌ای که در فیسبوکشون گذاشته بودن، در نامه اولیه که گذاشته بودن در فیسبوکشون، اسامی چند نفر رو آورده بودن. این آقایون رو شما چه ارتباطی باشون دارین؟ چه شناسایی دارین؟ چه چیزی در ذهنتون هست؟ منظورتون آقای سام علامه هستش؟ بله بله. آقای سام علامه رو بالای خودم حقیقتش برای بار اول توی آنتالیا دیدمشون. البته ایشون از قدیم منو میشناختن چون از طریق کاری که انجام میدادیم منو میشناختن. منو هم از علاز رو در روی بار اول بود که میدیدمش، در همون روز 30 مارچ. اما روز اول اونجا هم دیدیم، خیلی راحت خیلی ریلکس نشسته بود روی موب و داشت غذا میخورد و زمانی هم که متوجه شد برنامه کنسلش عکس منبعش نشون داد و خیلی راحت داشت نوشیدنیشو میخورد
و هیچ عکس العملی از خودشون نداد که آی چرا برادر کنسل میشه، آی چرا این شکلی داره میشه، هیچ پیش اون خیلی ریلکس بود و زمانی که برنامه اصلا ماشین دیگه ندیدیمش، حتی آقای بیبی هم ما دیگه ندیدیم، زمانی که گفتم برنامه کنسله هیچ کدوم ما دیگه ندیدیم به هیچ وجه، و آقای بیبی فقط تماس گرفت با خانم شهره، چون ما خانه بالا تو اتاق شهره بودیم، تماس گرفت که همین لحظه سری اتاق رو چک اوت کن، که شهره گفت برای چی باید این کار انجام بدم، گفتش که مردم دارن میان به سمت بالا به سمت اتاق تو، شهره هم گفت که من اتاق رو چک اوت نمی کنم، که این درست یه حالا نمیدونم چرا این حرف رو به خانم شهره زدن نمیدونم، ولی از همون روز آقای کوش بیبی رو من دیگه خودم ندیدم، تلفنی به هیچ وجه دیگه باشون صحبت نکردم، ندیدیمشون اصلا، تلفن خاموش بود، آقای پوراتنی فقط تلفنی باشون صحبت کرد. یه صحبتی در این بود که خانم شهره گویا لباسهاشون در اون به اصطلاح جایی که بودن، در اون ویلایی که بودن، یه سری از وسایلشون لباسهاشون گم شده، اون جریانش شما خبر داری چیه؟ بله، پیروز بود که شهره خانم به من زنگ زد، گفتش که هرچه اتفاقی افتاده، گفتم بیرون بودم بدون اینکه به من خبر داشته باشم، آقای پوراتنی وارد خونه من شده و چمدونای منو، لباسی که برای ویدیو کلیپ داشته، اینا رو همه رو برداشته و به جای دیگه انتقال پیدا که برده و گفتش که من رفتم به پلیس شکایت کردم و ویلایی که اصلا ایشون توش بوده اصلا برای آقای پوراتنی نبوده، برای کسی دیگه بوده، که ایشون گفته بوده مال منه، همون ویلایی که داشتن میگفتن گفته 320,000 دلار میلاد، اصلا اینکه من آقای پوراتنی نیستش و اینا، تو هم یکی دو روزه تازه واسه ما آشنا شده که چجوریه جریان، و امروز هم با خانم شهره که صحبت میکردم به من گفتن که ساعت 6:30 قرار دارن که دیگه کار به صورت قانونی و جدی پیگیری کنن. پس الان اونجوری که خانم شهره به من گفتن گویا که وکیلی گرفتن و پیگیری قانونی دارن میکنن مسئله رو، و این وکیلشون هم در همون آلانیاست دیگه الان، نه؟ بله. الان در چه مرحله ای هستش این کار قانونیشون؟ توی ترکیه نمیدونم شما کامل میدونید یا نه، هر کاری که بخواید انجام بدید باید قبلش به صورت نوتری انجام بشه، از جمله قراردادهایی که خواننده ها بستن، حالا فقط در مورد خانم شهره صحبت میکنه، قراردادی که ایشون با آقای پوراتنی بسته خب به زبان انگلیسی بوده، اینا باید دوباره برگشت داده بشه به زبان ترکی و نوتری انجام بشه به صورت افراد رسمی، و تقریبا یه 4-5 روزی پروسه کاریش طول میکشه که قانونی صحبت بکنن. بله؟ که قانونی بتونن پرونده رو به اصطلاح عرضه بکنن. بله. ولی چیزی که هستش، حالا جدا از اون، یه پرونده ای هم در استانبول الان دیگه متاسفانه ایجاد شده برای بابت اون 40,000 دلاری که از آقای توانگر گرفته، ایشون هم داره پیگیری میکنه، که خب به ایشون هم گفته واسه من پولی ندارم بخوام بدم، اگه بخوای میتونم تشیش پس به شما پولو پرداخت کنم، یا میتونم به شما سند بدم، که سندهایش کنون برای خودش این سندهای خونه های مردم هستش، میگه اینو به شما میدن که شما فکر کنید که من پولتون رو بهتون پس میدم، که آقا توانگرم اینو قبول نکرده و گفته من تا یکم همین ماه بهشون فرصت بده که بتونم پولشون رو بهشون بدم، که از نظر من فکر میکنم بعید باشه به شما این پولو پس بده. عجب. جناب دیبا ممنونم از وقتی که با ما گذاشتید عزیزم، سپاسگزارت هستم. من خانم شهره خیلی از شما تعریف میکرد و میسن که شما خیلی با محبت هایی که نشون دادید در طول این پروسه سخت و دشواری که برای این برنامه های نوروزی بود برای شهره عزیز، شما به حسابی واقعا برادری بهش نشون دادی و ایشون ذکر خیر شما رو خیلی کردن، و ممنونم از اینی که این فرصت رو گذاشتید که با هم یه گپی بزنیم و صحبتی بکنیم که یه مقداری قسمتی از اتفاقات برنامه های نوروزی که در شهره عزیز درش بوده روشن بشه، و امیدوار هستم که در آینده نزدیک نیز خود شهره عزیز هم بتونه در استودیو حضور داشته باشه که بتونیم با ایشون هم صحبت بکنیم. ولی در این مدت سپاسگزارت هستم محسن عزیز، آقای محسن دیبا، دوست عزیز جدید بنده از استانبول و از همکاران خانم شهره سولتی. مرسی محسن جان. من هم تشکر میکنم از شما، مرسی که وقتتون به من دادید، در حال ببخشید اگه یه خود بی پروا صحبت کردم، یه سری چیزا رو باز کردم، فقط به این خاطر بودش که با یه چیزا، چون من مصاحبه آقای پوراتنی دیدم و واقعا خودم شوکه شدم بابت چیزایی که میگفتن، دیگه مجبور بودم که یه چیزا رو باز بکنم که بیننده‌هاتون هم یه خود به دید بازتر این قضیه نگاه کنن. خیلی لطف کردی محسن جان، سپاسگزارم، شبت بخیر باشه، ان شاءالله تا فرصت بعدی. مرسی عزیزم، خدا نگهدارت. خدا
دیدیم و شنیدیم آقای محسن دیبا، دوست و همکار و آشنا به اتفاقات کنسرت های نوروزی جناب آقای پورحسنی، و ایشون هم نقطه نظرهاشون رو از دید خودشون و از دید خانم شهره و چیزهایی رو که حضور داشتن درش اعلام کردن. من دوست عزیزی در فیسبوک از من خواسته بود که ببینیم کی با آقای بیبیان به گفتگو خواهیم نشست. من برای آقای بیبیان چندین بار مسیج گذاشتم، ایشون گویا که از شهر بیرون هستن، ولی بلافاصله که بیان حتما شما با ایشون گفتگوی خواهیم داشت. ولی به هر حال بدونید و آگاه باشید که همیشه هر قراردادی دو طرف داره و حرف هر دو تا طرف رو باید شنید، و امیدوار هستم که بتونیم از آقای بیبیان، هنرمندان دیگری که در اونجا بودن نیز دعوت بکنیم که حالا حتی اگر نمیتونن به خاطر مسافت جغرافیایی راهی که در به استودیوی ما بیان، لااقل بتونیم تلفنی باهاشون گفتگویی رو داشته باشیم. به هر حال سپاسگزارم از وقتی که به من دادید، مرسی از اینی که ما رو به منازلتون راه دادید. آرزوی بهترینا رو براتون میکنم، امیدوارم که روزها و ساعات خوبی رو پشت سر بگذارید و بهتر از اون رو در پیش روی داشته باشید. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم که اون خدایی نیست جز خدای عشق و خدای ایران. شبتون خوش، بخت بخیر، خدا نگهدار.